وقروا أكبر كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم، وقروا كباركم وارحموا صغاركم واصلوا أرحامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق وهو اصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یک بینندگان و شنوندگان عزیز دارم از خداوند متعال سربلندی توفیق و سعادت شما عزیزان را ارزومندم در ادامه مباحث حقوق پدر و مادر بر اولاد در وضعیت کهنسالی و سالمندی نکاتی در جلسات گذشته مطرح شد و مسائل در رابطه با مراقبت پدر و مادر در دوران پیری خدمت عزیزان ارائه گردید در آخرین بحثی که مطرح شد گفته شد که بالاخره عمر انسان محدود هست چه بخواهیم چه نخواهیم بالاخره روزی باید از پدر و مادر جدا بشویم و این حقیقت رو بپذیریم و خود را آماده بسازیم که از پدر و مادر جدایی رو و تحمل این مصیبت رو برای خود هموار بسازیم و به تعبیر دیگر در برابر پزای الهی تسلیم شویم و این واقعیت را باید با جان و دل پذیرفت. هرچند دست برداشتن و تسلیم این واقعیت شدن و جدایی از پدر یا مادر در هر شرایط کار سخت و دشواری هست. برای اینکه این مسئله را برای خود و همچنین برای پدر و مادر خود تا حدودی فهمانده باشیم و با این حقیقت به درستی آشنا شده باشیم خوب است که یک نگاه عمیق و دقیقی راجع به ماهیت مرگ و کیفیت آن و اسراری که در آن وجود داره پیامدهایی که به دنبال داره در این گونه موارد اگر انسان یک نگاه دقیقی به معارف اسلامی و دینی داشته باشد تا حدودی بسیاری از ابهام ها و جهل و نادانی ها برداشته می شود و تا حدودی از اون وحشت و استراب که با شنیدن کلمه مرگ و رفتن از این دنیا به سراغ انسان می آید انسان فاصله می گیرد حقیقتا شنیدن کلمه مرگ یا تصور آن برای خیلی از افراد سخت و دشوار هست در حالی که ما در جهان بینی اسلامی با این حقیقت بسیار براحتی می توانیم برخورد داشته باشیم حقیقت مرگ از نگاه اسلام خب جای بحثی مفصلتری رو می اما به صورت اجمال می شود اشاره کرد که مرگ نابود شدن نیست مرگ از بین رفتن نیست مرگ منتقل شدن از یک عالم به عالم دیگر هست به تعبیر قرآن کریم وقتی بیان میفرماید که کل نفس ضائقت الموت با یک تعبیر تشبیه مانندی این حقیقت را برای انسان بیان می کند که مرگ انسان را نابود نمی کند بلکه این انسان است که مرگ را می چشد در حقیقت مثل یک چیزی که انسان اون حقیقت را در یک دیوانی در یک ظرفی قرار میدهد. و بعد آن را سر می کشد در اینجا اون چیزی که از بین می چیزی است که سر کشیده شده است و چشیده شده است نه اون کسی که اون رو سر کشیده است و یا چشیده است انسان در معارف دینی مرگ را می چشد. یعنی مرگ را نابود می کند و برای همیشه خود را از مرگ نجات می دهد و به یک حیات ابدی و جاودانهی منتقل می شود این حقیقت مرگ است اما این که چگونه مرگ به سراغ انسان می آید و مرگ انسان ها چگونه خواهد بود خب در معارف دینی ما باز به این مسئله پرداخته شده است که مرگ شاید بتوان گفت اصاره کل زندگی یک انسان هست همان گونه که یک انسان پاکیزه با زندگی پاکیزه هفتاد سال، هشتاد سال، صد سال عمر خودش را با پاکیزگی و با تهارت و با خوبی سپری کرده است مرگ اصاره همه این خوبی هاست و مرگ اون فشرده شده همه این زیبایی هاست که این انسان اون را در آخرین لحظه زندگی دنیای خودش سر می کشد و به صورت زیباترین چیز هم اون را سر می کشد که در تعبیرهایی که در روایات ما از این مسئله صورت گرفته است خب تشبیه های صورت گرفته است گاهی بیان شده است که یک انسان مؤمن انسانی که حیات طیبه و پاکیزه را پشت سر گذاشته است مرگ برای او مثل بوییدن یک گل خوشبوی است که انسان با بوییدن آن یک نفس راحتی می کشد و تمام جانش نشاد پیدا می کند مرگ برای چنین انسان یک همچنین حالتی را دارد البته برای کسانی هم که زندگیشون زندگی, زندگی پاکیزه نبوده است زندگی آلوده است زندگی پر از گرفتاری و مشکلات بوده است زندگی بوده است که در آن آنگونه که باید زندگی را پشت سر می گذاشت و تسلیم دستورات الهی می بود اگر این زندگی به این شکل سپری نشده باشد قطعا این گونه افراد هم حیاتش فرق می کند تماین که مردن اونها هم فرق می کند الله يا الله. الله سبحان الله. در روایت وقتی ما میخوانیم که کسانی که امام زمان خود را نشناسد خب مرگ اونها مرگ جاهلیت هست به این معناست که چون حیات این گونه افراد حیات جاهلیت هست مرگ اونها هم مرگ جاهلی خواهد بود یعنی مرگ اونها هم مرگی آلوده خواهد بود چون مرگ اصاره زندگی یک انسان است که اون را در آخرین لحظه باید سر بکشد به هر صورت اون چیزی که می به صورت اجمالی در این جلسه خدمت عزیزان ارز کنیم این است که اگر ما این حقیقت رو برای خود به درستی روشن کرده باشیم با پدیده مرگ هم به درستی می توانیم روبرو بشویم در نزدی انسانهای برجسته و برگزیده مرگ چیزی است که باید به استقبال آن رفت و آن را با آغوش باز پذیرفت اما برای برخی افراد هم مرگ ترسناک هست وحشتناک هست به گفته مولوی وقتی خطاب می کند که مرگ اگر مرد است گونزد نزد منای تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ خب این یک حقیقت است که مردانی هستند که به استقبال مرگ می رود و مرگ را می طلبد برای اینکه که می مرگ چیزی از آنها کم نمی کند بلکه بر اونها می افزاید و این نکته مهمی هست که اگر ما به این مسئله به خوبی آگاهی داشته باشیم هم می توانیم با شکلی آسوده تر و راحت تر با مرگ روبرو بشویم البته در مواجهه با این حقیقت خب بسیاری از رخدادها و تحولاتی در زندگی انسان پیش می آید بالاخره یک عزیزی وقتی از خانواده انسان کم می شود و ما او را از دست می دهیم خیلی جای خالی او بر ما ممکن است فشار اندوه و مصیبت های سنگینی را تحمیل بکند تا حدود این مسئله طبیعی هست مشکل زمانی به وجود می آید که ما با این پدیده به صورت نادرست برخورد بکنیم حقیقت مرگ را به یک شکلی بسیار وحشتناک برای خود ترسیم کنیم و از دست دادن عزیزان خود را هم به همین شکل به صورت وحشتناک برای خود جلوه بدهیم خب اینجاست که اندوه ما غم و غصه و مصیبت ما شدیدتر خواهد شد بالاخره بعد از آنی که ما در فراق و مصیبت عزیزی از عزیزان خود سرمایه های بزرگ مثل پدر یا مادر دوچار می شویم، باید زمان بگذرد تا اندیشه های ما افکار ما تا حدود پالایش بشود و این درد و مصیبت به وجود آمده کاهش پیدا بکند اما در همین مدت کوتاه هم می شود انسان با یک تدبیری با برنامه و با بیان برخی از نکات غم و غصه خودش را کاهش بدهد انسان با از دست دادن عزیزی احساس تنهایی شدید و احساس غریبی می کند می شود دردهایش را رازهایش را و غم و غصه خودش را با عزیزانی که باقی مانده است در میان بگذارد و این تنهایی خودش و احساس غربت خودش را به این شکل جبران بکند به شکل دیگر می توان انسان با در میان گذاشتن دردها و قصه های خودش با دیگران و اظهار همدردی که دیگران با انسان انجام میدهد دردهای خودش را تا حدودی کم کند متقابلا انسان می تواند در مقابل احساس کوتاهی هایی که نسبت به پدر و مادر خودش ممکن انجام بدهد که اون کار را که باید انجام میداد انجام نداده است بعد از درگذشت اونها کمر همت ببندد و برای جبران ضعف های گذشته تقصیر های گذشته همت کند بعد از این برای پدر و مادر خودش خدمت کند خیرات کند برای اونها مجالس در حد شعن و توان خودش برگزار بکند و در کارهای خیر خودش که هر کسی ممکن است در زندگی خودش برکاتی داشته باشد کارهای خیری داشته باشد پدر و مادر خود را شریک بسازد کسی کتاب می نویسد پدر و مادر خود را در ثواب این تعلیف شریک کند کسی سخنرانی می کند به همین ترتیب در کارهای خیر دیگر خود شریک کند کسی کارهای عام المنفعی انجام میدهد، بخشی بخش از این کارها را ثوابش را به روح پدر و مادر خودش اهدا کند و اگر کسی هیچ کار دیگری نمی تواند حداقل در شبانه روز با خواندن یک حمد و اخلاصی روح اونها را از خودش شاد بسازه به یاد اونها باشه و به یاد اونها کارهای خیری انجام بدهد در حق اونها دعای خیر داشته باشد چیزی که قرآن کریم به ما آموخته است که باید همیشه و مخصوصا بعد از رهلت پدر و مادر باید این دعا را در حق اونها داشته باشیم که رب خفرلی ولی والدی ولی المؤمنین پروردگار را مرا پدر و مادر مرا و همه مؤمنین رو مورد مغفرت خودت قرار بده و به همین ترتیب در هر کار خیر که انسان میتواند انجام بدهد اگر به یاد پدر و مادر خودش باشد و اونها را در کارهای خیر خود شریک بسازد مطمئنا هم اونها از این پاداش ها و ثواب ها و کارهای خیر بهرمند میشوند و به شدت هم نیازمند این گونه کارهای خیر فرزندان و بازماندگانشون هستند چون دست خودشان وقتی از زندگی دنیا و از عمل و انجام دادن کار خیر کوتاه می شوند خب طبیعتا منتظر می مانند کسان دیگر برای آنها کارهای انجام بدن و در روایات ما به این مسئله فراوان برخورد می کنیم که چه بسا فرزندانی که در حیات و زندگی دنیایی پدر و مادرشان کاری نتوانستن انجام بدهند اما بعد از وفات پدر و مادرشون کمر همت بستن کارهای خیر انجام دادن و کارهای بزرگی برای شادی روح پدر و مادرشون انجام دادن از اون آق والدین و از اون محروم شدنی از ثوابهای خدمت به پدر و مادر که در زندگی داشتن نجات پیدا می کنن و جز کسان قرار می گیرن که اونها آق والدین نیستن و خود این مسئله گویای این حقیقت است که بالاخره وظیفه ما بعد از رهلت و در گذشت پدر و مادر همچنان ادامه پیدا می کند برعکسش هم داریم چه بسا افرادی که در حیات پدر و مادرشان خیلی خدمت کردند اما بعد از وفاتشان اونها را فراموش می کنن. از این ناحیه ممکن است دوباره به آن والدین گرفتار بشوند از خدای متعال مسئلت می کنیم که به همه ای ما این حقیقت رو به خوبی روشن بسازد که ما با پدیده مرگ به درستی برخورد کنیم و به درستی اون رو بشناسیم و تفکر در این حقیقت بسیار فواید و نتایج خوبی دارد از جمله در روایات ما است که تفکر و اندیشیدن در مورد مرگ دلها را زنده می کند و یکی از چیزهایی که سبب می شود دل انسان بمیرد و غفلت به سراغ انسان بیاید همین غفلت از حقیقت مرگ و نادیده گرفتن این مسئله هست اگر ما به این مسئله به درستی فکر کنیم و اون رو به درستی بیندیشیم علاوه بر آثار و پیامدهای مثبتی که در زندگی خود انسان دارد در مواجهه با پدیده ها و مصیبت هایی که برای انسان پیش می آید نیز به درستی می توانیم مقابله شایسته انجام بدیم و حتی در مقابل از دست دادن پدر یا مادر خود تا حدود دردها را برای خود کاهش بدیم البته به هیچ وجه امکان ندارد که کسی در فراق پدر یا مادر خودش اندوهناک نشود مصیبت رو تحمل نکند مصیبت هایی را که بر او وارد می شود اونها را نادیده بگیرد این گونه نیست اما در کاهش این مصیبت ها تا حدودی مسائلی وجود دارد که مؤثر هست امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بکند که در همه مراحل زندگی و خدمت احترام و گرامی داشت پدر و مادر را به هر نحوی که می توانیم به درستی انجام بدیم و تا آخرین لحظه حیات و حتی بعد از حیات ها نیز وظیفه ایمان را به درستی انجام بدیم همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم و تا اینجا بحث حقوق پدر و مادر هم به اتمام می رسد انشاءالله برخی از حقوق بقیه اعضای خانواده هست که به صورت اجمال و گذرا به آنها نیز اشاره خواهیم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته